مقایسه میکنیم با انقلابهایی که در قرن بیستم ما داشتیم، بسیاری از ویژگی هایی که اون انقلاب ها مثل ایدئولوژی و رهبری و فرض کنیم یک نوع دیگه ای از ساماندهی اجتماعی، اینها رو این جنبشی که الان در ایران هست نداره. ولی اتفاقا این جنبش چه خوب که اونها رو نداره به نظر من، به خاطر اینکه این خودجوش بودنش و این جوان بودنش و این زنانه بودنش یکی از میتونم بگم که خلاقترین و نوآورترین جنبش های اجتماعی عصر حاضره و شاید در 100 سال گذشته ایران بی همتا باشه و از این نظر به نظرم خیلی خیلی جنبش جالبی هستش. این جنبش وقتی مقایسه میکنیم ما با بار عربی، مثلا اتفاقی که در مصر، سوریه و تونس افتاد، همچنین که خب میدونیم سوریه و مصر ناموفق بودن ولی تونس تا یه حد زیادی موفق بود. جنبشی که در امروز در ایران هست هیچ شباهتی به جنبشی که در مصر و سوریه بوده نداره، لااقل تا حالا نداره. در مصر خب شما اخوان المسلمین داشتین که قدرت بسیار زیادی بودن پشت تمام تظاهرات و بالاخره هم قدرت گرفتن و قدرت رو در روبروی ارتش قرار گرفتن و در حال بازی به نفع السیسی تموم شد و افراد مثل موسی و دیگران رو زندان کردن و یا کشتن. در سوریه باز اتفاقی که افتاد که ما در این جنبش فعلا نداریم، با وجود اینکه این خشونت خیلی زیادی که به نظر من جمهوری اسلامی داره استفاده میکنه برای این است که این جنبش به اون طرف ببره، مسئله جنگ داخلی است و اینکه دفاع از خود که الان یه بحثی است که میان معترضان در ایران هستش که آیا ما باید از خودمون دفاع کنیم و به چه گونه دفاع کنیم، به این نتیجه میرسه که خب ما در یک مرحله یه دفعه مردم در مقابل نظامیان قرار میگیرن و اونجا میتونه با وضعیتی که ما مثلا در زاهدان یا کردستان یا آذربایجان داشتیم تبدیل بشه به یک جنگ داخل. در این وضعیت به نظر من مردم ایران بازنده خواهند بود، به این دلیل که مردم ایران به ویژه جوانان و زنان آدم کش نیستن و اونا قابلیت آدم کشی رو که در جمهوری اسلامی ما میبینیم هستش اونها ندارن. بنابراین باز یه وضعیت مثل سوریه پیش میاد، به ویژه که سیاست های خارجی هم میان و درش شرکت خواهند کرد. بنابراین میمونه یه شرایطی مثل شرایط تونس. حالا چرا ما تا اینجا نتونستیم مثل تونس بشیم، در حالی که به نظر من ما ویژگی های یعنی جنبش زنانه و جوان نوجوان امروز ایران ویژگی های خیلی زیادی رو داره که جنبش تونس نداشت، ولی در جنبشی که در تونس بود ویژگی هایی بود که ما نداریم. مثلا شما در رژیم در جامعه تونس شما سندیکاهای خیلی قوی داشتین، شما احزاب سیاسی داشتین که ما نداریم، شما جنبش فمینیستی خیلی قوی داشتین و جنبش وکلا هم قوی تر از جنبشی بود که در ایران بود. بنابراین اونها خیلی ساده تر و راحت تر تونستن خودشون مجهز کنن و به نوعی خشونت پرهیزشون رو به ثمر برسونن، به ویژه که خب تونستم این همکاریش و نزدیکیش جامعه تونس با افرادی که در جامعه فرانسه زندگی میکنن اینقدر زیاد بود که خب فرانسویان هم بهشون کمک کردن برای اینکه اونا زودتر بتونن از شر دیکتاتوری خلاص بشن و به یک نوع دموکراسی و انتخاباتی برسن. این فعلا شرایط ما نیست و ولی خب ویژگی های خیلی زیادی در این جنبش هستش که حالا میتونید دوندونه بهش بپرسید. ما یک تعریف جدیدی از زن و در رو میتونم بگم که زنان جوان به ویژه آوردن و به عنوان یک انسان متکثر که قابلیت به دست گرفتن سرنوشت خودش رو داره آوردن و در این جامعه پیاده کردن و ما الان با اون داریم کار میکنیم و با اون داریم فکر میکنیم و شاید بگم که این یک گفتمان خیلی اصلی این جنبش هستش، به خاطر اینکه ما دخترانی که
حالا چه پشته شدن، چه کسانی که باز در خیابان میان و دانش آموزان به ویژه دختری که ما بیشتر از همه میبینیم، اینها معنای زن بودن رو دیگه به عنوان همسر، مادر و خواهر و یا دختر دیگه استفاده نمی کنن. اینجا یک مفهوم جدیدی از زنانگی مطرح میشه و حتی من فکر میکنم که ما میتونیم بگیم که این مفهوم جدیدی که از زنانگی دور امروز مطرح میشه که اینقدر زنان جهان، فمینیستای جهان براشون جالبه و حیرت زده شدن که یک جامعه مثل جامعه ایران که اونها براشون شاید یک جامعه مثل طالبان بوده در ذهنشون، که فکر کردن خب ایران که برای جامعه اسلامی عقب مونده است دیگه، ولی از پوشش جدیدی فکر نمی‌کنن در بیاد، ولی واقعا یه چیز جدیدی داشته میپخته و به وجود میاد که یه دفعه خودش نشون داده که این تبدیل شده به یک همپیوستگی و همزیستی جوان و اینکه زنانی که میان و به ما میگن که ما مسئلهمون نوع آزادی از نوع دیگه است، ما مسئلهمون زندگی از نوع دیگه است، ما میخوایم که زن بودن برای ما یک ساحت متکثره و ما میخوایم که مهمترینش ما میخوایم با تمام ارزش‌های مردانه و مردسالاری که در این جامعه به مدت چندین قرن وجود داشته ما میخوایم باش خصوص کنیم. اینجا من یک بحثی باز میکنم که این بحث تو ایران اصولا باز نمیشه به خاطر اینکه تعداد کمتری از افراد هستن که به خشونت پریزی اصلا میپردازن بپردازن یا جدی بگیرن این موضوع رو، و این نیست که خود خشونت پریزی یک امر زنانه است و اتفاقا افرادی مثل گاندی یا افرادی مثل مارتین لوتر کینگ جوان در آمریکا، اینا خیلی به این موضوع واقف بودن. اتفاقا قاتل گاندی وقتی ازش پرسیدن که تو چرا گاندی رو کشتی، گفتش به خاطر اینکه این داشت جامعه هندو زنانه میکرد و زنانه بودن یعنی ضعیف بودن. امروز در جامعه ایران پیام درست عکسه، یعنی مردمی که با این دخترها هستن، مردمی که با زنان ایران هستن، اصلا نمیگن که اینها افراد ضعیفی هستن، اتفاقا برعکس میگن اینها افراد بسیار قوی هستن، اینها آدمایی هستن که بر ما یه جامعه نوعی رو دارن ترسیم میکنن، اینها افرادی هستن که دارن جامعه از نوع دیگه رو بر ما تعریف میکنن. ولی خب متوجه این موضوع نیستن که اتفاقا بحثی که بخشش هم اتفاقا خشونت پردازی هستش، این خودش یک معیار زنانه است که این معیارهای مردانه که ما میبینیم دقیقا در خشونت عریانی که جمهوری اسلامی داره اعمال میکنه و به ویژه بر زنان اعمال میکنه در اون وجود داره. چرا؟ به خاطر اینکه ارزش مردانه ارزش زمختیه، ارزش زشتیه، ارزشی هستش که متکثر نیست، جایی برای دیگران نداره، مرکزیت یافته است، تمام نکات منفی که میتونه داشته باشه اینا همش ارزش های مردان است. و الان زنان ایرانی وقتی میام میگم ما میخوایم یه جامعه رو از نو بسازیم، یه نوع نوزاییه، یک نوع رنسانس در واقع از نظر سیاسی و اجتماعی، من فکر میکنم که حتما و بیشک یکی از بخشهاش این خشونت پرهیزی هستش. من فکر میکنم یکی از نکات خیلی جالب این جنبش اعتراضی در ایران این در واقع میتونیم بگیم تکثرش هست، یا یعنی اینکه این تقاطع میان نسل‌ها و تقاطع میان زن و مرد یا تقاطع میان ارزش‌ها هست که بیشتر از این حس آزادی این نوجوانان و جوانان میاد و اینکه اینها از در دنیای مجازیشون تجربیاتی داشتن که این تجربیات رو بزرگسالان نداشتن، یعنی در واقع این جوانان هم می‌بینید آدم‌هایی هستن که نسبت به مسئله جنسیت باز هستن، نسبت به مسئله هنر باز هستن، نسبت به خیلی از چیزهای دیگه میتونن خیلی آزادانه صحبت بکنن. و مسئله که اول از همه مطرح میکنن این نیست که میخوان نوعی زندگی دیگه داشته باشن،
و در واقع به افرادی مثل ما دارم میگن شما یا به ما کمک میکنید که ما بتونیم این جامعه نوعی دیگر رو بسازیم یا اینکه این جامعه رو خودمون بسازیم. ما میخوایم ایرانی باقی بمونیم ولی میخوایم که آدم های نوآوری هم باشیم. ما میخوایم که یک نوزایی داشته باشیم. ما میخوایم که از یک رنسانس عبور کنیم. و به نظر من بسیار نکته جالبی است برای اولین بار داره در ایران معاصر یا حتی ایران مدرن اتفاق. یعنی شما در انقلاب ایران اصلا هم چیزی ندارید و یکی از اشکالات بزرگ انقلاب ایران این است که یک نوع سنگینی وزنی هست که از همون ابتدا هست به خاطر اینکه یک مشت سیاستمدار کهنه و کهنه فکر هستن که از ابتدا میان و میگن که ما میخوایم که این خط رو پیش ببریم و شما جوانانی ندارید که بیان و بگن که نه ما اصلا این نوع فکر طرز تفکر رو میخوام مورد سوال قرار بدیم و اصلا میخوام راه انقلاب ایران جدا بکنیم از یک سمت سوی دیگه بریم. بنابراین اصلا اون ابتدا خب شکست خورده و تبدیل به یه چیز دیگه شد، ولی این جنبش به نظر میاد که جنبشی است که در هر قدمی که داره برمی‌داره خودشو از نو تعریف میکنه، خودش پرسشگری میکنه، خودش مورد سوال قرار میده، ما رو مورد سوال قرار میده. وقتی میگم ما یعنی کسانی که از نسل قبلی ایران هستن، مردم ایران هستن، و سعی میکنه که به هر حال نوع دیگه از زندگی کردن رو بیاره و در جامعه ایران پیاده بکنه که به نظر من الان اتفاقا یه وقتش هست.